اینجا دقیق جایی است که یکی از شهرک‌های معیاری افغانستان و یکی از شهرک‌هایی است که شاید نظیرش را در افغانستان نداشته باشد. احیای شهر جدید کابل که گنجایش یا ظرفیت 4 میلیون خانواده را داره، از هیچ نوع سعی تلاش دریغ نمیکنیم. در این سایه که ما کار میکنیم حدود 1 میلیارد دلار هزینه ساختش است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. بیننده های دوست داشتنی افغان سوسایتی، سلام علیکم، وقت شما بخیر. باز هم عبیدالله عینی هستم، در خدمت شما قرار دارم. من همین لحظه در جایی هستم که یک امیدی است به افغانستان و انگیزی مثبتی میشه به ای که آدم باید در افغانستان باقی بمانه، سرمایه گذاری بکنه و همین سرزمین با همین کمی ها و کاستی هایش به قله های شامخ موفقیت برسانه. اینجا دقیق جایی است که یکی از شهرک های معیاری افغانستان و یکی از شهرک هایی است که شاید نظیرش را در افغانستان نداشته باشه. و در عقبم شما یک بنری را میبینین که نوشته شده افتتاح کابل جدید نمونه ای از تعهد به بازسازی و ساختن افغانستان مرفه است. دقیقا من پیشنهادی دارم به تجار ملی که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنین. افغانستانی که 5 دهه جنگ، بدبختی و بیچارگی را خاطره تلخ ثبت کرده، این خاطره های تلخ را و این مشکلات با برداشتن میشه شکلات. بیاین خوشبختی و خوشی به مردم سرزمین بتیم که سالهای سال درد دیدن. شما شاهد بودین که یکی دو روز قبل این شهرک بخش یا فاز اول کابل جدیدم در حضور مقامات بلندپایه امارت اسلامی طی یک مراسم و محفل باشکوه افتتاح شد. حالا من میخوایم سخنان کوتاه و معلومات واضح و دقیق در مورد شهرک از جناب آقا صاحب رئیس شهرک کابل جدید بشنویم و ببینیم که شهرک چگونه یک شهرکی است که امروز در سرخط اول رسانه های افغانستان قرار دارد، از لحاظ ازی که یکی از شهرک های معیاری است و یکی از شهرک هایی است که میتونادم در آینده اینجا با خیال راحت زندگی بکنه. السلام علیکم آقا صاحب، خوب هستین؟ انشاءالله صحت شما خوب است. تشکر. انشاءالله خوب هستین. آرزومند هستم که روزهایی که اینجا هستین خوش بگذره و من باورمند هستم که خوش میگذره به این دلیل که شما امید میبخشین بر هموطنانی که در قبال افغانستان دیدگاه منفی دارن. سلامت باشین. خوشحالی ما زمانی است که مردم ما و ملت ما خوشحال باشه و این خوشحالی تقسیم باشه بالای همه مردم ما که یک عمر رنج دیدن. بله دقیقاً. آقا صاحب میشه کوتاه در مورد شهرک، البته تمام بخش هایش کوتاه معلومات بتین، بیننده هایم که میبینن و ما هم بهتر است که بدانیم. خدمتتون عرض کردم که خب شهر جدید، شهر کلی کابل تراکم نفوس بسیار بالا رفته، ظرفیت و گنجایش قدر نفوس 5 میلیون تا 7 میلیون نفوس داخل شهر کابل، نظم شهری هم بر هم خورده، به همه هموطنان معلوم است. و خوشبختانه در 2 دهه گذشته دولت وقت حدودا موفق شد که ساحه را به یک ساحه
پیلانی تبدیل کنه و با هزینه هنگفتی از طرف کشور ژاپن با ویژه مؤسسه جایکا طرحی 350 هزار جریب زمین برای 4 میلیون خانواده در عنوان تحت عنوان شهر جدید کابل طراحی شد. حالا بنا به هر عواملی در اون زمان این جنبه عملی پیدا نکرد، ولی خوشبختانه حدود یک سال است که ما مذاکرات پیهم با وزارت های سکتوری وزارت محترم شهرسازی داشتیم. سرانجام بعد از تصفیه زمین ها و مراحل های طی مراحل قانونی دیروز روز پنجشنبه موفق به این شدیم که ما قرارداد همکاری و قرارداد سرمایه گذاری و ساخت کابل جدید را خصوصا در ساحه 250 هکتار زمین با امارات اسلامی به ویژه وزارت امور شهرسازی امضا کنیم. بله دقیقاً، یعنی یک خبر خوش و خبر مسرت بخش است که با شنیدن از اینکه فاز اول کابل جدید افتتاح میشه واقعا آدم خوشحال میشه، به این دلیل که در سرزمینی که سالهای سال جنگ بود، حالا میره به سوی پیشرفت، حالا میره به سوی ترقی، حالا میره به سوی ساخت و ساز و بالاخره این سرزمین ساخته میشه آقا صاحب. و نظر شما در این مورد چی است؟ میخوایم از شما بشنویم، شماهایی که حالا قدم بلند کردین به سوی پیشرفت و ترقی افغانستان، آیا به نظر شما ما سالهای آینده شاهد یک افغانستان مرفه هستیم؟ قسمی که اونجا نوشته شده افتتاح کابل جدید نمونه ای از تعهد به بازسازی و ساختن افغانستان مرفع است، آیا انشاءالله جامعه عمل می پوشد؟ اولا یک نقطه از این را که از پیشمون باقی نمانه خدمت را از کنیم که یک طرف دولت و به ویژه وزارت امور شهرسازی به نمایندگی از نظام از طرف کابل جدید و یک طرف هم کمپانی خاور یا شرکت خاور است که متصدی امور شما هستیم. یعنی نشست هایی که صورت گرفت با اراکین دولتی با شمول شورای اقتصادی دولت، ما گفتیم یک تفکر اقتصادی باز در جا پیدا کنه در افغانستان، بیشتر از اینکه همگی سیاسی فکر کنن بین اقتصادی فکر کنن. نباید ما یک کشوری کاملا مصرفی باشیم، یک کشوری باشیم که همه با یک دیدی عایداتی، با یک دیدی بازسازی و با یک دیدی اقتصادی بر قضایا نگاه کنن. برای فعلا این فکره را ما جدا از اینکه کابل جدید ساخته میشه، این نظر ما نیست که این فکر اقتصادی و بازسازی و ساختن زیر ساختهای اقتصادی در سراسر کشور باید یکی پی دیگر باید شاهدش باشیم که تاجرانی که در داخل از کشور هستند، تاجرانی که در بیرون از کشور هستند، مناسباتی که با دیگر سرمایه گذارهای بین المللی وجود داره، این حوزه باید زنده شود. چون بیشتر مردم افغانستان از ناحیه اقتصادی بسیار ضرر دیده و آسیب دیده. ما براتون اولا به نمایندگی از مجموعه خود و هموطنان خیش اطمینان میدم که با کمال صداقت و امانتداری برای احیای شهر جدید کابل که گنجایش یا ظرفیت 4 میلیون خانواده را داره از هیچ نوع سعی تلاش دریغ نمیکنیم. برنامه هایی که وجود داره من متیقن هستم که گام های عملی از یک محبت شایدش هستین که انشالله برداشته میشه. پس معلوم از شهرکه که به 4 میلیون نفوس ساخته میشه که از شهرک های معیاری در سطح افغانستان است. حالا در هر شهرکه که میرادم جناب آقا صاحب میگن که شهرک ما معیاری است، برابر با استانداردهای جهانی است، ولی من باورمند هستم که شاید چلنجی باشه از طرف کابل جدید که برای 4 میلیون نفوس که ساخته میشه طبعا دیگه معیاری تر شاید انشالله. با کمک پروردگار تلاش ما هم است که این شهرک طرحش طرح معیاری بوده، یعنی طرحی از بسیار بازینه انگفتی از طرف ژاپنی ها. مفهومش این نیست که 4 میلیون خانواده در ظرف یک سال و 5 ماه و 6 ماه ساخته میشه، ولی گامی که برداشته میشه و در صدد معیاری ساختن شهرهاست در افغانستان. یعنی ما در عمل انشالله نیاز نیست که در یه وقت ما بیشتر صحبت کنیم، کوشش میکنیم که کار خود در عمل با مردم نشان بدیم. ما مشکلات های خود قبلا داشتیم، این مراحلات طی شد با فضل خداوند. امروز امنیت حدودا تامین است، فضا برای ساخت و ساز باز شده، مردم هم تا حدود نیازمندی هاش برای مسکن بسیار بالاست. ما یک قسمی در نظر گرفتیم که دسته حتی بر 5 کتگوری جامعه را تقسیم بندی کردیم، یعنی قشر پایین جامعه هم با یک قسمی در آزمدت بتانه از این مستفید شود.
قش پول داره میتونه به شیوه دیگه مستفید شوه، تاجرای ما به یک شیوه دیگه مستفید شوه. یعنی در مجموع ما ایره به یک نوع طبقه بندی کردیم که هر خانواده ای که آرزوی گرفتن نمره و یا آپارتمان داشته باشه میتونه از اینجا مستفید باشه. خیلی خوب. آغاز پرسش اخیر، پرسش اخیر همی است که به این شهرک 4 میلیونی چقدر بودجه در نظر گرفته شده؟ فعلا از این 4 میلیون ما در حدود 250 هکتار زمینش در اختیار ماست. برای فعلا وجود 500 هکتار زمین از دیگه قرار است که تصفیهش تکمیل شوه و وارد صحنه کار شوه. در این سایه که ما کار میکنیم حدود 1 میلیارد دلار هزینه ساختش است. هزینه به اصطلاح ساختش است دیگه. این طوری تنظیم شده که کلن بودجه آماده شده و طرحش ریخته شده و اینجا شرکت های خارجی هم هست، شرکت های داخلی هم هست. یک اداره پیچیده و در نهایت شفافی در رابطه با پیشبرد و مصارف این هزینه که بازپسگیری یا بازدهی این پروژه هم مشخص شده. یعنی روی یک برآوردی از لحاظ خرید و فروش و تقاضا تنظیم شده که من مطمئن هستم که نه تاجر در اینجا به مشکل برمیخوره و نه کسایی که اینجا نمره ریزرف میکنن یا آپارتمان خریداری میکنن. یک حرکت میداشته باشیم آقا صاحب، خیلی کوتاه میخوایم ایرم من پرسش اخیر گفتم، اما یک پرسش دیگر هم آمد از لای پرسش دیگر پرسش پیدا بشیر میدونین آقا صاحب. ما ایرم میخوایم بفهمم و بینیده ها میخوایم بدانن که فاز اول شهرک کابل جدید تا چند سال و بهره برداری سپرده میشه؟ برنامه که ما داریم خوب، یک بخشی از این کسایی که امکانات وسیع در اختیارشون دارن شاید زمانی را در بر نگیره، در 5 ماه 6 ماه، ولی برنامه که ما داریم باید در 5 سال تکمیل شد. پرسش دیگری آمد، مثل ما هزارها هموطن ما هست که چند هزار افغانی معاش دارن، آیا اقساط هم در نظر گرفته شده کنا؟ قبلا عرض کردم که بله، ما با جامعه را به 5 طبقه تقسیم کردیم و همو کمترین کسایی که محروم از این چیزها هستند میتونن که از اینجا مستفید شوند. حتی ما تا قصی 5 سال و 6 سال هم در نظر گرفتیم که کسایی که علاقه داشته باشند در کابل جدید بتونن از این فرصت استفاده کنن. خیلی کار خوب است. پس ما بخیر که بگیریم یک نمره اینجا انشالله بخیر میگیریم. بخیر قربانتان آقا صاحب، آرزوی موفقیت دارم براتان و تشکری میکنم از اینکه در فکر آبادانی سرزمینی به نام افغانستان است. سلامت باشین برادری ما هستین. انشالله که یک گامی برداریم که حداقل یک بخشی درد جامعه را مثلا ملهم برش گذاشته باشیم. سلامت باشین. بیننده های عزیز، صحبت های آقا صاحب را شنیدین که خیلی حرف ها و گفته های بود در مورد شهرک یا کابل جدید که واقعا آدم انگیزی مثبت میته. حالا میریم بخش های دیگری از شهرک را به تصویر میکشیم، میبینیم که این شهرک چیگونه یک شهرک هست و در این جریان ویدیوهای هم داریم که باید شما ببینین. شما یک قسمت یک کلیپ را ببینین، دوباره در خدمت قرار میگیریم.
آرزومند هستم تصاویر را که دیدین یک امید شده باشه به ای که افغانستان ساخته میشه. حالا با ما یک برادر ما هستن، خوب است ابتدا خود معرفی بکنن که در شهرک کابل جدید چه مسئولیت و چه وظیفه ای دارن. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بیننده‌های عزیز محترم شما. سید شفیق الله حامید هستم، کارمند بخش اداره کمپانی خاور. خب حامد صاحب، شهر کابل جدید درست؟ بسم الله آقا صاحب گفت یکی شهرک های معیاری است. حالا با شما میریم بخش های از این شهرک به دوستان معرفی میکنیم. اینجا نقشه ها هست و از روی نقشه که شهرک چگونه یک شهرک هست انشاءالله شما هم برای ما همو تابلوهایی که هست اونا را یک ها یک به معرفی بکنیم. حتما انشاءالله دارم بعد پس هم میریم که با هم میبینیم اینجا و اینجایی که ما هستیم یه قسمتی از کابل جدید هست و یک جای بسیار زیبا، یک جای بسیار مقبول. همین لحظه چه یک آب هوای است اینجا حامد صاحب؟ واقعا آب هوای بسیار خوبی داره. بله اما جازی آب که آبش هم قابل توصیف است و فضای بسیار خوبی داره و امیدوار هستم انشاءالله که با همه مشکلاتی که در افغانستان وجود داره یک کار بسیار خوبی صورت بگیره برای ملت و برای مردم خودمون انشاءالله. دقیقاً ما هم به امین امید تا به اکنون در افغانستان هستیم که بخیر افغانستان ساخته شوه و یکی از کشورهای در منطقه باشه که اگر نظیر خود نداشته باشه بالاخره قابل توصیف باشه. از هر لحاظ نظیر خود نداشته باشه بالاخره قابل توصیف هست و قابل توصیف هم انشاءالله که می باشه و کاری است که انشاءالله که امیدوار است برای همه مردمی ما شما، امیدوار کننده است برای تاجرای ما شما، برای سرمایه‌گذارای ما شما که تا بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن و وطن خود بسازن انشاءالله. بله دقیقاً. خب رسیدیم به جایی که باید نقشه شهرک است. حامد صاحب با معرفی میگیرن. بله شما خود میبینین اینا هم کرکی عمومی است و نقشه هایی است که سوهای ساخت و سازی که میشه اینا همه در نقشه گنجانیده شده و مطابق به معیارهای های ملی و بین المللی میباشد. بله دقیقاً. اما تنان عزیز اینجا در فاز اول شهرک کابل جدید آنچه که ساخته میشه خیلی مهم هم هست. قدم اول مسجد، مکتب، ساحیز ریزرفی است درست؟ ریزرفی، تحصیلات عالی، کودکستان، کلینیک، پلیس و اطفایه، بانک، کتابخانه، مارکت محل و بلاک های تجارتی، برج برق، ساحات سبز و پارک بازی اطفال، بلاک های رهایشی و تجارتی، مرکز تجارتی، حمام. واقعا این سهولت هایی است که هموطنان ما را میتونه امید ببخشه که اینجا بیان زندگی بکنن. و قسمت دیگری از شهرک را اگر ایم امون موضوع معلومات اینجا داده شده درست است؟ یک چیز است و هم شهرک هست، شهرک کابل جدید است اینا هم و نقشه آینده شهرک است. واقعا یکی از شهرک های بسیار مقبول و زیبا هم هست. این طرف بین حامد صاحب، این طرف بین واقعا بسیار مقبول طراحی شده. واقعا طراحی خوبی شده، بسیار یک شهرک مقبول و خوبی است. انشاءالله که بتونن مردم و شما در یک آرامشی زندگی بکنن انشاءالله در جایی. آیا این شهرک را انجینیران داخلی خودمون طرح کردن یا بیرونی؟ شهرک اصلا انجینیران داخلی هم طرح کرده و جایگاه ژاپن اونا طراحی نمودن. شهر جدید کابل که بیشتر کاراش طراحیش مربوطی از اونا میشه که ساخت ساز شد انشاءالله. واقعا یک شهرک بسیار مقبول و شهرکی است که انشاءالله در آینده های نزدیک ساخته شوه. ما باور دارم که شاید این قسم کس مانند خود نداشته باشه. بله به همی امید هستیم ما و شما که انشاءالله که به همی قسم ساخته شو و امیدوار هستیم که همه ما و شما در فضای آرام آسوده زندگی بکنیم انشاءالله. دقیقا و یه هم بود بیشتر تشریح کردیم پروژه اول پلان تفصیلی و انکشافی بخش اول شهرک بودک که تشریح شد و او بخش سیومش ما از او طرف آمدیم درست است نه؟ از او طرف آمدیم خب یک بخشش همهش یک قسم بله یک چیز است. آرزومند هستم تا اینجایی که بینیده بودین گزارش مورد علاقه شما بوده باشه. یک کلیپ کوتاه دیگر هم ببینین بعدش هم با شما هستم.
خوب وطنان عزیز، تصاویر دیدین. حالا میریم بک یک جای دیگری که یک نمای بسیار مقبول از شهرک می داشته باشه. حالا خواستیم که بخشم به تصویر بکشیم. اینجا در وسط اینجا یک تپه مصنوعی ساخته شده و من آمدم بالای همین تپه مصنوعی و واقعا اینجا دیگه یک زیبایی خاص خدا داره. وقتی که عصر یا دیگر میشه اینجا دیگه یک ترموزک چای دیگه چهار نفر او هم چهار نفر با اینمی میز با اینمی منظری زیبا چهار اطراف چقدر مقبول، پیش روی هم سبز بسیار مقبول و همه طرفش دیگه زیبایی خاص خدا داره. واقعا شهرک کابل جدید متفاوت هست و ما هم خواستیم که همیشه برنامه های متفاوت داشته باشیم. همیشه گفتیم که متفاوت متفاوت در هر برنامه، دلیلش اینمیست یم تفاوت گزارش ما و یم شهرک کابل جدید که قسمت های از شهرک ساخته شده و پروژه کلان است، طویل المدت هست و ساختنی پروژه قسمی که رئیس صاحب شهرک گفت زمانگیر است، یعنی وقت میگیره و در کنار از اینکه وقت گیر است دیگه آدم باید صبر و حوصله و تحمل داشته باشه تا که بخیر این شهرک همی قسم مقبول، زیبا و معیاری و استاندارد ساخته شوه. خوبم وطنان عزیز، بیننده های خوب افغان سوسایتی، ما را بیننده باشین، با شما هستیم، میریم بیرونم چند قسمتی شهرک به تصویر میکشیم. انشالله باز آخر برنامه میرسه دیگه، باز با شما خداحافظی میکنیم. خوبم وطنان عزیز، آرزومند هستم که تا اینجایی که بیننده بودین گزارش امروز دوست همیشگی شما و بیدالاینی مورد پسند شما قرار گرفته باشه. بیننده های عزیز افغان سوسایتی، طبق وعده‌ای که داشتیم هر بار متفاوت ظاهر میشیم و هر بار برنامه کاغذ پیچ و جدید میداشته باشیم. حالا میرسیم به پایان برنامه کاغذ پیچ دیگر ما، ولی یک کوتاه از بیرون شهرک هم بسیار کوتاه تصویر به شما می داشته باشیم. باز انشاءالله همونجا در به برنامه خودم بسته می کنیم. حالا دیگه قسمت های زیاد شهرک شما تصاویر شدیدین، آرزومند هستم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. بیاین بریم بیرون، دوست عزیز شما هم بیرون بریم باش، کم کار ما اول بره، خیلی دوستش دارم و شما هم میبینین که شهرک این قسمت هایش ساخته شده و ما باش که طرف استاچ هم که آفتاب کمی بیننده های عزیز ما را اذیت میسازه و در این بخش هم کار جدی روان است. شما میبینین که آماده شده این قسمت ها تا این که کارش باید پیش بره و این بلاک ها دیگه به بهره برداری سپرده شده که فعلا اونجا ما قسمی که پرسیدم فامیل ها زندگی میکنن و فعلا آمدن اینجا خریداری کردن و حالا اینجا زندگی
روزمره خود را پیش میبرن، شب روز را منجا سپری میکنن. آرزومند هستم که یک روز تمام بخش های شهرک به بهره برداری سپرده شود. تا دیدار بعد، تا برنامه بعد، همه شما را به خداوند یکتا امانت میسپارم. شاد و موفق و بهروز باشید.